شرکت بتستا و اید سافتور بسته الحاقی دی انشنت گادز را برای دوم ایترنال معرفی کردند. این بسته الحاقی به دو بخش تقسیم خواهد شد و در 6 شهریور ماه 27 آگوست در شب افتتاحیه رویداد گیمزکام 2020 برای اولین بار نمایش داده خواهد شد. به نظر می‌رسد این بسته هم در زمین و هم در اورداک سرزمین میکرز رخ می‌دهد. همچنین داستان بعد از وقایع کمپین بازی اصلی روی می‌دهد و سفر دومگای را به اورداک دنبال می‌کند. استودیو راکستدی بعد از مدتی طولانی بالاخره قصد دارد تا از عنوان جدید خود رونمایی کند و این بازی چیزی نیست جز سوساید اسکواد. چندی پیش شایعات گوناگونی از عنوان در دست ساخت استودیو راکستدی به گوش می‌رسید. یکی از قوی‌ترین شایعات این بود که راکستدی در حال کار بر روی بازی سوساید اسکواد است. حال با اعلام رسمی این استودیو مشخص شده بازی مذکور در جریان رویداد دی سی فندم که در تاریخ 22 آگوست برگزار خواهد شد رونمایی می‌شود. راکستدی این خبر را با انتشار پوستری از شخصیت سوپرمن که در آن سر او هدف گذاری شده تایید کرد. در توییت منتشر شده می‌خوانیم هدف تعیین شد 22 آگوست. طبق گزارش یورو گیمرز، دامین ثبت شده سوساید اسکواد killthejusticeleague.com میتواند به عنوان بازی اشاره داشته باشد. یورو گیمرز همچنین مدعی شد که معرفی بازی مختصر و کوتاه خواهد بود. عنوان اصلی بازی برید که در سال 2008 برای کنسول ایکس باکس 360 منتشر شده بود هنوز یکی از تاثیرگذارترین بازی‌ها در سال‌های اخیر به شمار می‌آید. همچنین این عنوان برای راه‌اندازی چرخ توسعه ساخت بازی‌های مستقل مورد تحسین قرار گرفته. حالا بعد از 12 سال این بازی به همراه یک بسته الحاقی، گرافیک‌های نقاشی شده با دست، انیمیشن بهتر و خصوصیات جدید دیگر از نو ساخته خواهد شد. بازی برید انیورسری ادیشن در اوایل سال 2021 برای رایانه‌های شخصی، پلی استیشن 4، ایکس باکس 1 و کنسول نینتندو سویچ منتشر خواهد شد. تاریخ انتشار دومین و آخرین بسته الحاقی بازی کنترل به نام AWE طی رویداد پلی استیشنز استیت آف پلی اعلام شد و 27 آگوست برای دانلود در دسترس خواهد بود. تریلر بازی با نمایی از یک راهروی متروک شروع می شود. صدای ماشین تایپ و صدای آشنای نویسنده‌ای که به ما هشدار می دهد. در بسته الحاقی Altered World Events شخصیت اصلی بازی جسی بار دیگر برمیگردد تا اداره فدرال کنترل را بعد از حوادث بازی اصلی کاوش کند. بازگشت آلن ویک و تقاطع داستانی این دو دنیا محتوای داستانی جدیدی با ماموریت‌های جانبی و سلاح‌های بیشتر را در آخرین بسته الحاقی به بازیکنان ارائه خواهد کرد. بسته الحاقی کنترل در روز پنجشنبه 6 شهریور ماه برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های PS4 و ایکس باکس 1 منتشر خواهد شد. طبق اعلام شرکت تیک دو، فروش بازی جی تی ای 5 به رقم خیره کننده 135 میلیون دلار رسیده است. به گفته مدیر عامل تیک دو، رایگان شدن جی تی ای 5 بر روی فروشگاه اپیک گیمز در این موضوع بی تأثیر نبوده و به نظر می رسد ناشر بازی در یکی از اهداف مهم خود یعنی بالا بردن تعداد مخاطبان موفق بوده است. در ادامه اعلام شد که دیگر ساخته راکستار یعنی بازی رد دد ردمشن 2 هم موفق شده تا 32 میلیون نسخه بفروشد. از طرف دیگر فروش بازی NBA 2K20 به 14 میلیون نسخه رسیده و طبق اطلاعات رسمی درصد مشتریانی که این عنوان سالانه را پشت سر هم تهیه می‌کنند در سال 2020 به 126% افزایش پیدا کرده است. All right, I'm coming for my boat.